انجامید. پرنسس مارگریت پس از آن همسر دیگری بر نگزید و در 9 فوریه سال 2002، یعنی همین 9 سال پیش، در سن 71 سالگی دیده از جهان فروبست. بعدش اصلا هم خودش چند تا بچه داشتن؟ نشد دیگه، بچه دارم نشد. نه. نشد. خیلی منزوی بود اصولا، شاید به خاطر اینکه دربار هرتش کرده بود، بخواد از عشق شکست خورد سر ازدواج دومش، هم به هر حال دربار روی خوشی بهش نشون نداد. این است که متاسفانه همیشه کشورایی که به صورت سلطنتی همیشه این مسائل وجود داره دیگه، همیشه وجود داره. به هر حال شما هم ببین پوری جان، وقتی که نگاه میکنین که خب دخترتون در یک خانواده خوبی بزرگ شده، تحت سرپرستی شما آقای هوشانژاد، بعد به دانشگاه رفته، دکتر شده، خب دلتون نمیاد فردا با شخصی ازدواج کنه که در کلاس خودش نیست، بس خودش خیلی پایین تره. قبول میکنم، ولی گاهی اوقات هم دیگه مسئله عشق و عاشقی، محبت، میدونی یه چیزایی هست که دیگه نمیشه کارش کرد. واقعا نمیشه، تا طرف نره تجربه کسب نکنه نمیشه کارش کرد. بعضی از این تجربیات هم البته تلخ. سوال دوم مطرح، سوال دوم رو مطرح میکنیم. این مرد جوان آمریکایی مسیحی به خاطر عشق این شاهزاده خانوم زیبای ایرانی از مسیحیت برگشت و مسلمان شد. اسمش چی بود؟ اسمش چیه؟ تلفن ها بازه 818-451-4-0. محبت کنین، جواب سوال رو بفرمایین. خب این دفعه این شاهزاده خانوم خوشگل ایرانی بودن. دقت داشته باشین. و این آقا مسلمان شد به خاطر عشق این شازده خانم زیبای ایرانی. موزیک ویدیو بشنویم؟ نه، میز که تلفن ها داره میاد دیگه، فکر نمی کنم فرصت هست برای موزیک. خیلی خوب، نه هست، فرصت هست. یه موزیکی میو جان، یه موزیک ویدیوی شاد بذارین لطفا، تا برگردیم جواب سوالای شما رو عزیزان رو بگیریم ازتون. بعد رو بوسی و بزن و به کوب ها، عروس کیک و به بردیر شده یالا. ببین عروس خانوم یه بیقراره، واسه بریدن کیک یه نقشه داره، واسه بریدن کیک یه نقشه داره. حالا یه جورایی همه تو رو بط رقصن، واسه بریدن کیک لبن میرقصن، مثل لباس شیرین کیک امشب. مبارکت باشه این جشن امشب، مبارکت باشه این جشن امشب. چشما به نگاه عروس و دوماد خیره، عروس کیکو ببر آقای دوماد گیره. انگار همه یه کارا جوره جوره، کم که من داره خروس میخونه، پس همه با هم دیگه بخونیم، اگه ردیف بشه تا صبح میمونیم، پس بره دستا به بالا، ببر کیکو تو یالا، به این عروس و دوماد بگیم هزار ماشالله. سیو بزن و به کوب ها، عروس کیکو ببر دیر شده یالا. ببین عروس خانوم یه بی قراره، واسه بریدن کیک یه نقشه داره، واسه بریدن کیک یه نقشه داره. خودا جان تلفن ها همه روشنه، ولی دوستان عزیز خواهش ازتون میکنم وقتی که صدای ما رو از طریق تلفنتون شنیدین، تلویزیونتون کم بکنید، برای اینکه نه ما شما رو میشنویم نه شما ما رو،
دوستان عزیزی هم که دارن هر دوی ما رو میشنون دیگه کلافه میشن. بله خب ما بگیریم برخطو. تلویزیون هست امروز بفرمایید. من از مریلند تلفن میزنم، خواستم جواب مسابقه رو بگیرم. بفرمایید، خواهش میکنم. آقای علی هیلر بود که به خاطر والحضرت فاطمه پهلوی این کار کرد. براو باریکلا، آفرین. عزیز من شما رو هولد میذارم، شما اسم و مشخصاتتون رو بدین و تلفنتون رو بدین که بعد جایزه رو براتون بفرستیم. خط 4 رو بردارین لطفا. بله خط 4. خب یه بقیه خطا خوشم پس بقیه خطا بود و خب جوابو دادن دیگه. جوابو دادن باریکلا. بدین شما. این مرد جوان یکی از شهروندان کالیفرنیا و عکاس و خبرنگار بود که یک روز برای مصاحبه با 16 خانم ایرانی که در آن ایام در کالیفرنیا میزیست به ملاقات او رفت که کبوتر عشق به روی شانه هر دو نشست. 16 خانم همان والا حضرت فاطمه پهلوی بود و مرد جوان وینسنت لی هیلری نام داشت و عشق و ازدواج آنان البته با مخالفت اعلیحضرت محمد رضا شاه پهلوی و دربار ایران روبرو شد. اینجا به به اکثر روسیشونه. بله 16 خانم در لباس چقدر قشنگ بیوتیفول بیوتیفول. بله اینجا اگه کالیفرنیا باشید اون صحنه پشت نمیدونم در کجاست. کی دیزاین کرده لباسو نمیدونی؟ نه اونو مال دیزاین نتونستم بفهمم. نه ولی بیوتیفول 16 خانم فاطمه لب دریا هم هست. بله حالا یه سفره عقدشون هم لب دریا گذاشته شده. لابود حالا نمیدونم آیا سفره عقد به 100% هم به ایرانی بوده 100% هم به انگلیسی بوده دیگه حتما. چقدر قشن ببینیم چقدر طول زیبا و دست گل و لباس پوشیده سنگین رنگی سلطنتیه دیگه. بله سلطنتی معمولا باید پوشیده باشه. بله حالا البته یک مسابقه دیگه هم همین رو ما به مسابقه خواهیم گذاشت باز و این که بفرمایید که حالا بعد از اینکه در مورد فاطمه پهلوی صحبت کردیم بفرمایید که والا حضرت فاطمه پهلوی چندمین دختر اعلیحضرت رضا شاه کبیر بود. بسیار عالی. چندمین دخترشون بودن و همچنین اسم دخترها رو بگین. اینطوری نباشه که مثلا یهو حدسی بگین آ چهارمی بود نه پنجمی بود آ پس سومی بود. نه اسم دخترها رو باید بگین. خب معلم سختگیر. بله آخه بعضی از جوابا حدسیه. آره حدسی مثلا اگه معلم میشدی فکر میکنم به راحتی به کسی نمره خوب نمیدی. نه دیگه باید درس بخونم دیگه علکی که نمیشد. برحال این 16 خانوم علی‌رغم میل دربار ایران در سال 1950 ازدواج کرد. این موقع 21 سالشون بود. اون بله 21 چقدر سالشون. چقدر باریک، چقدر ظریف. خیلی خوشگل. خیلی. اما متاسفانه این ازدواج عاشقانه در سال 1959 جانم. اوکی بعد از این مطلع تموم کنیم. در سال 1959 تمام شد. از هم طلاق گرفتن و پس از اون پرنسس 16 خانوم فاطمه پهلوی با یکی از افسران عالی رتبه نیروی هوایی ایران به نام ژنرال محمد خاتمی پیوند زناشویی بست که از او صاحب دو پسر شد. متاسفانه ژنرال خاتمی در سال 1975 در یک سانحه هوایی در ایران کشته شد. بعد از انقلاب ایران والحضرت در لندن اقامت گزیدند که متاسفانه در تابستان سال 1987 در اثر بیماری سرطان در سن 58 سالگی دیده از جهان فرو بستن. متاسفانه خیلی هم جوان بودن، سرطان گرفتن در انگلیس. خب والحضرت فاطمه پهلوی فرزند چندم رضا شاه کبیر بودن و اسم دخترها رو باید بگید. تلویزیون عصر امروز قطع شد. تلویزیون عصر امروز درود بر شما. درود بر شما. دختر شوهرم علی‌حضرت رضا شاه بزرگ بودن، دختر اولیشون خانم حمد سلطنه بل. و بعد شاهزاده خانم اشرف پهلوی و بالا حضرت شمع اول بعد آقای شاهزاده خانم شمع پهلوی و بعد اشرف پهلوی و بعدم خانم فاطمه پهلوی.
شما اصلا فرصت نمیدین به بقیه شاگرد جواب بدن. این شاگرد اول کلاس ماست. من این خانوم من این خانوم من این خانوم من شما اصلا شما رو دوست دارم. آقا شما میکنم هده که نیرو میگیرم. لطف داری نایزم. مرسی. خب بچه ها تلفن شما رو دارن. من این خانم ما دو تا جایزه برای شما میفرستیم. مرسی عزیزم. خیلی ممنون. خیلی ممنون. متشکرم. بله شما شما خیلی ممنون. قربون شما. لطف دارید. مرسی. خدا نگهدار. بله شازده خانم فاطمه پهلوی دختر چهارم اعلیحضرت رضا شاه بله. کبیر هستند. دختر اول همدم بود بله. اسمش و ایشون در سن 17 سالگی با دختر خاله خودش مریم بله. که 14 سالش بود ازدواج کرد. رضا شاه اون موقع 17 سالش بود، دختر خاله 14 سالش بود. متاسفانه این دختر جوان 14 ساله در هنگام زایمان فوت کرد بله. میگن سر زارف بله. اسمش همدم بود ولی بعدها که ایشون به سلطنت رسیدن اسم ایشون رو گذاشتن همدم و سلطنه بله. بعد که با ملکه تاج و ملوک ازدواج کردن که بله. از ایشون صاحب 4 فرزند شدن بله. شمس اولیه بله. اشرف و محمد رضا پهلوی دوقلو دومی بله. هستن بله. و علی رضا پهلوی بله. که علی رضا پهلوی در جوانی کشته شد. بعد با ملکه پوران ازدواج کردن که از ایشون صاحب 1 پسر هستن، غلام رضا پهلوی بله. بعد با ملکه اسمت دولتشاهی ازدواج کردن بله. که ایشون هم از ایشون هم صاحب 4-5 فرزند شدن و دیگه که 1 دختر بودن، بقیه پسر حمید رضا، محمود رضا، علی رضا، عبدالرضا، علی رضا که از تاج الملوک داشتن که کشته شدن. به هر حال خب چهارمش کدوم بود؟ همسر چهارمشون ملکه اسمت دولتشاهی چهار تا پسر حمید رضا، محمود رضا، غلام رضا که مال ملکه پوران بود، حمید رضا رو محمود رضا، عبدالرضا، فاطمه، چهار تا پسر یا دختر، 5 تا دیگه. درسته دیگه؟ درسته. ولی 3 تا پسر شما گفتی. من اشتباه کردم. معذرت. اوکی. انیوی اونجایی که من میدونم و شناختی که دورا دور دارم و از دوستان و کم و پیش بستگان نزدیک ایشون در جریان بودم، ایشون بسیار زن خیرخواهی بودن، بسیار زن خیرخواهی بودن بله، بسیار زن با محبتی بودن، واقعا یه لیدی بودن و خب متاسفانه در زندگی زناشوییشون زیاد خوششانس نبودن بله متاسفانه. خب اوکی بریم سراغ دیگر عروسی های تازی بایی تازی بله. میخواین تلفن رو جواب بدیم بعدن که دیگه چون مسابقه که نداریم مسابقه میخواین دوستان صحبت کنن، شاید میخواین ایراد بگیرن، شاید اینجا خطا بازه، چه اشکالی داره؟ نه ایرادم یکی بله. من همیشه انتقاد پذیریم دوستان. انتقاد یعنی سازندگی. من واقعا هیچ موقع هدا جان هیچ موقع از انتقاد اذیت نمیشم. منم هم همینطور واقعا. بدین که من فکر میکنم قسمتی از پیشرفت من در زندگی این عمر 25 سالم که 20 سال هاست من در 25 سالگی دارم درجا میزنم در اثر انتقادات شما عزیزان هست بله. انتقاد سازنده، نه از روی غرض و مرض بله. ما رو میسازه